درود بر شما. 29 خرداد ماه 1394 خورشیدی و 19 ژوئن 2015 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به همه یاران رئیس جمهور سابق، یعنی به همه یاران دولت محبوب رهبر و یعنی به همه اعضای دولت امام زمان، به گفته رئیس پاک دست‌ترین دولت از مشروطه تا امروز. نگفته ها رو سعی میکنیم امشب بگیم، پرده آخرم خواهیم داشت. این دزدی کلان محمود احمدی نژاد زمانی بود که شهردار تهران بود، 350 میلیارد تومان اون موقع. وقتی شد رئیس جمهور هممون دیگه خیلی شنیدیم، مدام میگفت مفسدان اقتصادی رو افشا میکنم، تو جیبم لیستش فلان بهمان نژادتونه دیگه. دنبال مفاسد میگردی آقای احمدی نژاد؟ امضای خودت در شهرداری تهران، من عرض میکنم چند هزار میلیارد تو جیب بعضی ها رفته. فرد خاص، فرد علیه السلام هم نیست دیگه، صرف امور خیر و از این توجیهات هم دیگه نداره، مؤسسه ولیعصر رو امام زمان اینا هم نیست. این دیگه صرف با امضای شماست. یه رانت عجیب غریب نوشتم رو سایت، خب به این جواب بدید. حداقلش این است اون پرونده رو بررسی کنیم. ببینید یه سوال اساسی که ما داریم برای این 20 سالی که شما میخوام بفرمایید، آقای قالیباف میره هزار تا تخلف های احمدی نژاد و خدمت رهبری میبره. خب چی شد؟ چرا تأخیر تفحص از شهرداری دمانیشون 350 میلیارد مسکوت میشه؟ یعنی قبل از هر چیز، یعنی احمدی نژاد سابقه دار، فقط دوره ریاست جمهوریش نیست این کارو، و آقا هم بدجور پشت احمدی نژاد بوده و هست. چرا دولت احمدی نژاد به دزدی و اختلاس و فساد بی سابقه آلوده بوده و خامنه ای بهش گزارش هم میدادن، میذاشته زیر تشکش؟ چرا امروز هم احمدی نژاد عزیز رهبر، همچنان به حکم رهبر شده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ احمدی نژاد آذر 92 احضار میشه به دادگاه، نه به دلیل اون دزدی دوره شهردار بودن ها، به دلیل شکایت هایی که شد بیشتر از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات دوره ریاست جمهوریش. فقط هم مربوط به کمتر از دو سال بود، از اواخر 90 تا اوائل 92. این فهرست 23 شکایت مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی، از واردات خودروی لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چند شغله ها تو معاونت و اعضای دولتش. خب آذر 92 احضار میشه، درست؟ به دادگاه که بره دادگاه، یعنی یک سال و نیمه که احمدی نژاد احضار شده بره دادگاه، نمیره، کسی هم بهش نمیگه خرد به چند، رهبر نمیذاره یقش رو بگیرن. خب این رئیس دولتیست که رهبر گفته پاک دست در این دولت از مشروطه تا امروزه. دوروبریای احمدی نژاد و غیر از مشاعی و زریبافان همه رو تا حالا گرفتن، حالا خواهیم گفت. تازه ترین بازداشتم که حمید بقایی بود، همین چند روز پیش 18 خرداد. بازپرس پرونده آقای بقایی، معاون سابق ریاست جمهوری سابق، که خب پرونده‌ای داشت، ایشون را امروز احضار کرده بود و من ساعتی قبل شنیدم که ایشون را قرار بازداشت براشون صادر کردم و در حال حاضر بازداشت هستم. من از بیان جزئیاتش هم معذور هستم. دلیل اعلام نمیشه، جزئیاتش از اظهار جزئیات معذور است. آقای سخنگوی دستگاه قضایی، حیرت انگیزه واقعا. شما اومدین کلی تبلیغات کردین، به گفته خودتون گیرین بی تقلب 17-18 میلیون آدم اومدن به این آقا رأی دادن، به آقای احمدی نژاد، تا ایشون بشه رئیس جمهور. همه معاوناش و بعضی وزراش رو بازداشت یا بازجویی کردین و میکنین. یه بار نباید به این مردم بگین برای چی اینا رو میندازین زندان، برای چی اینا رو میبرین بازجویی برمیگردونین؟ برای یکیشون شد دادگاه علنی، محاکمه علنی بذارین و اتهاماشو صریح بگین و حرفای اونا رو هم مردمی که بهشون رأی دادن بشنون. این من بارها گفتم، این تو هر کشوری اتفاق بیفته روال معموله، این چیزی نیستش که عجیب غریب باشه که باید این کارو بکنن. همه جا این کارو میکنن، تنها جایی که این کارو نمیکنه جمهوری اسلامی. یکی یکی میندازینشون زندان، در حالی که فقط شما از اینا همیشه تعریف و تمجید کردین. من باید تشکر کنم از آقای احمدی نژاد
که ایشون کار جدیدی کردن، عدالت محوری رو به عنوان یک شعار گذاشتن وسط. این خیلی کار بزرگی بود. بعد برای اینکه این دولت عدالت محور بتونه به وظایفش عمل بکنه، باید همه بدوند دنبال رئیس این دولت که عقب نیفتن. یه وقت پا به پای ایشون دویدنم خیلی سخته. خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید برسید به مقاصدتون. واقعا کار دشواریست. خیلی کار دشواریست که آدم بتونه یه مملکت رو تو 7-8 سال به روز سیاه بشون. همین پریروز تازه ترین قلم گم شده در دولت احمدی نژاد 35 میلیارد دلار اعلام شد که 11 میلیارد هم قبلش بود، میشه 47 میلیارد دلار، یعنی 20 برابر پولی که بابک زنجانی به خاطرش زندانه. اسماعیل جلیلی نماینده مجلس میگوید رد پاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود. گم شده نمیتونن پیداش کنن، میگن یه رد پای ما تو امارات پیدا کردیم. چقدر پول؟ 35 میلیارد دلار. این مگه پول این ملت مسلمان نیست به قول خودتون که بی حساب برداشتون نمیگین چی کارش کردین؟ وقتی آدم ور میده رو هیچ کم نمیدونه چی شد کجا رفت، یعنی دزدیدین مجموعا این 47 میلیارد دلار، یعنی نصف پولی که اینقدر دارین تبلیغ واسش میکنین که توافق هسته‌ای اگر بشه برمیگرده ایران و میشه باش چنین کرد و چنان کرد. نصف کل اون پول 100 میلیارد دلار دیگه. وقتی حمید بقایی رو 18 خرداد بازداشت میکنن، احمدی نژاد اعلامیه میده در دفاع از حمید بقایی معاون اجراییش بوده و توش انتقاد میکنه به سخنگوی دستگاه قضا که اعلام کرده اسم حمید بقایی رو گفته حمید بقایی بازداشت شده ولی اتهامش رو اعلام نکرده. بعد خودش، یعنی اتهامش اعلام نشده ولی خود احمدی نژاد تو اطلاعیه‌اش مینویسه حمید بقایی پاک دست است و از پاک دستیش دفاع میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش میدونه که داستان دزدیه. جناب آقای حمید بقایی فردی مؤمن، انقلابی و کاملا پاک دست است و در تمام عمر پر برکت خود خدمتگزاری صدیق و بیمنت برای کشور، مردم و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود. رئیس جمهور دوره های نهم و دهم بر اساس مبانی اخلاقی و انسانی دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود می داند و به طور قاطع از پاکی، پاک دستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد. با وجود اینکه احمدی نژاد خودش رو لو میده و با این دفاعیش اتهام دزدی رو اعلام میکنه ولی مسئولان نمیان بگن. چرا؟ مگه محمد رضا رحیمی رو گفتن پروندهش چی بوده؟ طرف معاون اول رئیس جمهور بوده، یعنی اگه اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته میشه رئیس جمهور خودش. بعد حالا به جرم دزدی و کلاهبرداری انداختن زندان. نمیگن ماجرا چی بوده. بقایی هم همینطور. دلیلش رو میشه تو نامه‌ای دید که به امضای مال رحیمی رو دارم عرض میکنم، به امضای دو دختر محمد رضا رحیمی، هدا و هانیه، منتشر شد دیروز خطاب به مردم که دو نکته توش داره. یکی اینکه دلیل زندانی شدن رحیمی رو فقط یک موضوع نوشته، نوشته پولی که از جابر ابدالی گرفت و رشوه داد به 170 نماینده مجلس که خیلی هاشون همین الان در خانه ملت دارن نمایندگی ملت رو میکنن، همین الان نماینده مجلسن که قبلا داشتیم برنامه درباره این موضوع. حالا کاری نداریم که زندانی شدن محمد رضا رحیمی به دلیل دعوا سر خوردن از بیمه ایران بود یا هر چیز دیگه، مهم این است که تو این نامه با صراحت گفته میشه که رشوه به نماینده های مجلس روال همیشگی و عادی است. هم استانی های عزیز، میدانید پدر ما امروز دوران محکومیتش را به خاطر اخذ 1,200,000,000 تومان یا اندکی بیشتر یا کمتر از فردی، یعنی همون ابدالی، و مصرف تمام آن در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی سپری می کند. روالی که متاسفانه در همه ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است. یعنی آقا جون همیشه این کارو کردین، چرا این بار این میشه جرم؟ ببینین این نامه رو من این تیکش رو نقل کردم که بگم دیگه خواجه حافظ هم میدونه که این بگیر و ببنده اساسا رقابت سیاسی است و همه از کارا هم دیگه خبر داشتن و دارن. وگرنه معاون اول رئیس جمهور رو میگیرن
حکم زندان بهش میدن، بعد وقتی به دلیل اعلام شده ختم همسرش به اصطلاح مرخصی بهش میدن، کلی سران مملکت تو اون مجلس ختم شرکت میکنن. انگار نه انگار که این بابا رو خودتون انداختین زندان به جرمایی که اگه مال یه آدم دیگه بود حداقل اعدامش میکردین. کسایی که میگن میبینین عکس‌ها رو دیگه، هم از کابینه احمدی نژاد هستن توش، هم کسایی که میگن ما خودمون قاتل بودیم مثل این آقای حسینیان، کسایی که این آقای رئیس سابق صدا و سیما، آقای الهام، آقای مشایی که همیشه هستن در کنار این جمع، آقای دانشجو و این آقای حجت الاسلامی که بازداشت شده بود، حالا بعد میگیم صحبتشو خواهیم کرد، این برادر دیگر دانشجو که نامه در وزارت علوم بودن، ایشون هم که آقای مرتضوی معروف به اتهام معاونت در قتل و در اختلاس از تامین اجتماعی پرونده دارن، و یه عده نماینده های مجلس هم که از رحیمی پول گرفتن مثل باهنر که دیدین عکسش اون وسط، همه هستن. خب درباره محمد رضا رحیمی قبلا برنامه داشتم، اما بذارین حمید بقایی رو یکم معرفی کنیم. آقای رضا گلپور، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل امنیتی و اطلاعاتی، نوشته است که حمید بقایی راننده سرویس عیاب‌ذهاب بین آذربایجان، تهران و همدان بود که اصغر اعجازی، مسئول فعلی امین بیت رهبر که مشهور است به قدرتمندترین فرد بیت رهبر، حمید بقایی او و پدرش را حمل و نقل می‌کرد و بعدها با اسم مستعار مهاجر از پرسنل دونپایه خدماتی در معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد و بعدترها به شکل لیسانس مدیریت دریافت داشت، اما خودش را مهندس کامپیوتر می‌خواند. مدتی هم کارمند عادی در چاپخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بود. اهل همدان است. در صدا و سیمای کردستان شاغل بوده و در وزارت کشور هم اشتغال داشته است. حمید بقایی به همراه حسین هاتفی فارمد از پرسنل وزارت اطلاعات، درویش علی شمس از پرسنل وزارت اطلاعات، علی اصغر پرهیزکار کیفکش و راننده مشایی، حمید فاضلی از پرسنل اطلاعات سپاه، اینا به دلایل نامعلومی به ساختمان معروف، این عکس آقای رضا گلپور، به دلایل نامعلومی به ساختمان معروف به منزل امام جمعه واقع در حوالی بازار و ساختمان رضا شاهی در میدان حسن آباد ترددهای مشکوک و عجیبی داشتند که دلیل آن را دیدار با امام زمان عنوان می داشتند. بقایی البته به علت ارتکاب عمل غیر اخلاقی رسما از عضویت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اخراج گردید. به همراه اسفندیار، رحیم مشایی و فرهنگ محمودی دارای گرایشات شدید به انجمن حجتیه بوده و در سالهای آخر دهه 70، زمانی که مشایی رئیس رادیو پیام شد، بقایی ابتدا مدیر طرح و برنامه و سپس جانشین مشایی بوده است. در این دوران به دلیل ارتباط با یکی از خانم‌های همکار خود، یعنی خانم الف حسینی، با ادعای مأموریت از طرف امام زمان جهت داشتن فرزند از او، نهایتاً با حکم دادگاه مجبور به ازدواج با او به عنوان همسر دوم گردید و بعدها این خانم بدون حضور فیزیکی در سازمان فرهنگی هنری از دو منبع حقوق دریافت می‌کرد. همون موقع بقایی چند تا شغل همزمان داشت. یعنی این ماجرایی که گفتم، این مسئله چه می‌دونم اخلاقی فلان بهمان که خیلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم همیشه دنبالش و اینها، این همه میدونن دیگه، این چیز عجیبی نیست، من برای همین اشاره ای کردم. به هر حال همون موقع بقایی چند تا شغل همزمان داشتن، قبل از ریاست جمهوری احمدی نژاد کارمند رسمی صدا و سیما بود، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آیتی تو سازمان فرهنگی بود که اصلا آیتی درس نخونده هیچ جا، مدیر عامل مؤسسه آموزش شهر بود وابسته به سازمان فرهنگی، رئیس مرکز آموزش عالی سازمان فرهنگی بود. مدرک تحصیلی حتی قلابی حمید بقایی معلوم نیست چیه. یه جا میگن دیپلم داره، یه جا میگن کارشناسی یا کارشناسی ارشد جغرافیا داره، جای دیگه چیزای دیگه نوشتن مدیریت و اینا. به هر حال مصاحبه گلپور، به هر حال هیچ جا من ندیدم که جناب بقایی مدرک آی تی داشته باشه. با این وجود کلی مسئولیت‌های نون و آب داره آی تی داشته همزمان با همین شغلایی که عرض کردم، و تو همین مرکز آموزش عالی سازمان فرهنگی در عرض 4 ماه فقط همه معاونا رو عوض کرد و تقریبا همه مدیرا رو، جاشون رو یه ده دوروریای خودشون میاره. بی تردید میدونید دیگه
به دلیل مخصوصا اینا دعواشون با دولت رفسنجانی تکنوکرات ها و فلان و اینا سعی میکردن یه آدمای غیر متخصص رو بیارن که اینا رو حالا باز در طول برنامه امیدوارم برسیم اشاره خواهیم کرد. یکی از دزدیایی که این وسط شد، دزدی میگم به خاطر اینکه از سرنوشت مبلغ هنگفتی که حالا میگم هیچ خبری نیست، یعنی دزد برد. یکی از این دزدیا که کمتر درباره صحبت شده و درباره آدمای دست در کارش تقریبا صحبت نشده، ماجرای 450 میلیون یورو پوله که قرار بوده واسه ساختن یک ساختمون سرای درست کنن برای سران کشورهای عدم تعهد. این اسنادی که سازمان بازرسی کشور منتشر کرده. بقایی یه نامه می نویسه به حسینی وزیر اقتصاد و دارایی همون کشتی گیره به تاریخ 23/8/89 با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری یعنی احمدی نژاد با احداث مجتمع تالارهای بین المللی ایران کیش به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند از ضمن موافقت دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق الذکر تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد. همون موقع نامه می‌نویسه به عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه. سازمان بازرسی کل کشور در توضیح اسنادی که منتشر کرده نوشته شرکت فیاک کیش در تاریخ 1/8/89 توسط آقای یحیی فیوزی یوسفی و دخترش پانتعا، هر دو مقیم آمریکا، با سرمایه 1 میلیون تومان، فقط 1 میلیون تومان، به ثبت رسیده است و 4 روز بعد از تأسیس شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش در یک فقره چک در تاریخ 5/8/89 به شرکت فیاک کیش بابت پیش پرداخت تحویل شده است. چی شد؟ شرکت امروز تأسیس میشه، 4 روز بعد با سرمایه 1 میلیون تومان، 4 روز بعد یه چک 5 میلیارد تومانی میگیره به اسم پیش پرداخت فقط، تا یعنی یه پروژه رو انجام بده. نتیجه چی میشه؟ هیچی. پروژه هیچ وقت تموم نمیشه. چقدر اینجا دود میشه میره هوا. فقط برای نمونه بگم، متن یه مصاحبه رو سایت تابناک منتشر کرد، چند دقیقه بعد برش داشت، خوشبختانه سایت کلمه عکس اون چند لحظه ای که بود روی سایت تابناک رو گرفت که دارین میبینین. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با سایت تابناک خبر داد که یکی از تخلفات حمید بقایی خروج 20,000 میلیارد تومان از کشور به مقصد کشورهای عربی بوده است. او همچنین گفت که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم. افزون بر حمید بقایی، کیا دست در کارش بودن؟ تونتون بگم برم. علیرضا آمری مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش، با وجود سن کمی که داشت وقتی بقایی تو سازمان میراث فرهنگی بود، علیرضا آمری معاونش بود. از جمله شاهکارش تو منطقه آزاد کیش شبانه باغ وحش جزیره واسه اینکه زمینش رو بده به شرکت میکا کیش برای ساخت مجتمع تجاری برچیده میشه، تخریب میشه، کلی رشوه و بده بستون، تا بالاخره همون ماهای اول دولت روحانی برکنار میشه، بازداشت میشه به اتهام واگذاری غیرقانونی زمین و ساخت و ساز. مهمان امشب صفحه آخر آقای احمد جلالی فراهانی، اصلا روزنامه‌نگار، دبیر پیشین خبرگزاری مهر و فیلمساز. همین الان که داریم صحبت میکنیم فیلم 1.5 ساعت ما روزنامه‌نگاریم ساخته ایشون در ژنو، مرکز اروپای سازمان ملل، مرکز حقوق بشرش در دفتر اروپای سازمان ملل در حال نمایش. همزمان این فیلم در جشنواره حقوق بشر و کرامت انسانی در میانمار یا برمه داره نمایش داده میشه. به هر حال ما کاری جز مزاحمت برای مهمونامون نداریم. آقای جلالی فراهانی، خوش آمدید صفحه آخر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان و بینندگان محترمتون. درود بر شما. ببینین، این علیرضا آمری و خود حمید بقایی رو در رابطه با سازمان میراث فرهنگی اگه بخوایم ارزیابی بکنیم، به ویژه با توجه به سابقه کارتون، چه شناختی دارین؟ ببینید، همونطور که شما به طور مفصل درباره اطرافیان آقای احمدی نژاد بحث کردید و خوشبختانه با استناد به مدارکی که خود جمهوری اسلامی اینها رو منتشر کرده
بحث فرمودید، در واقع حمید بقائی یک ستون بزرگ از یک خیمه‌ای هستش که آقای احمدی نژاد اطراف خودش بنا کرده، یکی از اصلی ترین اعضاء شبکه گسترده‌ای هستش که آقای رحیم مشایی در واقع کلید این شبکه است و آقای احمدی نژاد مدیر اجرایی و در واقع سر این شبکه هست. همه اینها با اجازه مقامات عالی جمهوری اسلامی و به ویژه شخص رهبری مجوز فعالیت به عنوان دولت مرد و دولت مدار رو در جمهوری اسلامی پیدا کردن. در مورد آقای آمری که شما می‌فرمایید، به نظرم میاد آقای آمری یکی از در واقع اگر بشه این اصطلاح رو به کار برد، یکی از کم ارزش ترین افرادی هستش که در این شبکه فعالیت میکرد. همونطور که گفتید شما، ساخت و سازهای غیر مجاز در مثلا در مورد آقای آمری، خوبه من اینو به مخاطبان شما عرض بکنم که زمانی که ایشون به عنوان رئیس سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب شدن، قیمت زمین در منطقه آزاد کیش در بهترین نقطهش عرض میکنم 1,800,000 تومان بود. اما ایشون با توجه به این که احساس میکرد که احتمالاً عقب مونده از قافله، به ناگهان قیمت زمین ها رو از 1,800,000 تومان به 3,800,000 تومان ارتقا میده و اینها رو به صورت غیرقانونی، همونطور که حضرت عالی فرمودید، در اختیار افرادی قرار میده که اصلاً صلاحیت داشتن این زمین ها برای ساخت و ساز نداشتن. در مواردی با فشار و اعمال زور حتی صاحبان و مالکان زمین رو راضی به فروش زمین ها کرده و از قبل این پول برای خودش پولی در واقع در کیسه خودش دوخته. بذارین از همینجا من تونتون حالا خیلی کار داریم با تون آقای فرهانی، تونتون اشاره بکنم به بقیه یاران رئیس جمهور سابق که گفتم بازداشت شدن، حالا یا بعضیاشون آزادن و پست دارن مثل ملکزاده، یا زندانن یا با قرار وثیقه آزادن. محمد شریف ملکزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دوره احمدی نژاد و الان مشاور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس خبرگان فعلا که در واقع رئیس دفتر شاهرودی است ملکزاده. ملکزاده سال 91 یه بار افتاد زندان که قبل از اینکه پروندهش بره دادگاه، خامنه ای دستور داد آزادش کنن. همه جام نوشتن مورد عفو رهبری قرار گرفت. آقای ملکزاده مثل آقای احمدی نژاد و بقیه محبوبان آقا نشون میده دست کم که به امام زمان خیلی ارادت داره. درسته بنده آقای احمدی نژاد به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی سنگدستی و گردشگری داره، ولی بنده این حکم خودم رو از حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف و عنایات خاصه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دارم. بله، حالا ببینین منزلت اجتماعی، من نمیدونم بگم منزلت اخلاقی، بگم چی واقعا منزلت اجتماعی آقای ملکزاده ببینین در چه سطحی است و چیه. اینا به عنوان اعضای دولت امام زمان با آسیب‌های اجتماعی باید مبارزه می‌کردن و الان هم که عرض کردم رئیس دفتر آیت الله شاهرودی است. آقای ملکزاده چقدر و چرا اصلا
چرا محبوب هاشمی شاهرودی و خامنه ای است این آقای ملک زاده؟ با من هستید؟ بله 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 بله. هاشمی چون فرمودید آقای ملک زاده، عرض کنم که آقای محمد شریف ملک زاده قبل از اینکه اصلا مطرح بشه در عالم سیاست در ایران، به عنوان راننده آقای هاشمی شاهرودی در خدمت ایشون بودن و بعد خودشون رو به آقای شاهرودی نزدیک میکنن و به واسطه اینکه حالا دوستی پیدا میکنن با آقای شاهرودی، مسئولین عالی قوه قضاییه رو مجاب میکنن برای اینکه به ایشون سمتی بدن. زمانی که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، آقای ملکزاده خودشون رو به آقای مشایی نزدیک میکنن و در این فرایند هستش که ابتدا به عنوان معاون آقای رحیم مشایی، زمانی که ایشون در دولت اول آقای احمدی نژاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودند، در دولت اول به عنوان معاون اول معاون ایشون در اون سازمان فعالیت میکنن و بعدش هم که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور و همچنین بعد از اینکه دستگیر میشن و بعد مورد عفو رهبری قرار میگیرن، ایشون رو در واقع آقای احمدی نژاد در یک حکمی ابتدا به عنوان مشاور خودش منصوب میکنه و سپس دوباره ایشون رو به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب میکنه. یعنی شما ببینید، حالا نمیخوام خیلی گذشته رو شخ بزنم، ولی شما ببینید که مثلا آقای کرباسچی زمانی که شهردار تهران بود و متهم شد به اختلاس و دستگیر شد، آیا بعد از اون تونست مقام رسمی در جمهوری اسلامی پیدا بکنه یا نه؟ و حالا اینو مقایسه بکنید با آقای شریفزاده که چند ماه، حتی کمتر از چند ماه بعد از اینکه از زندان آزاد میشه با پادرمیونی آقای هاشمی شاهرودی، ایشون در واقع به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برمیگرده. حالا اگه اجازه بدید من به شما بگم که چرا آقای بقایی دستگیر میشه. خب شما فکر کنید که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ما کسی هستن که به اتهام اختلاس و دست داشتن در، عرض کنم به خدمت شما، که فعالیت‌های اقتصادی، ایشون می‌دونید که رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی ایرانول بودن و دست داشتن در اختلاس در فروش نفت به صورت غیرقانونی و مبنی بر اینکه بخوان تحریم‌ها رو دور بزنن و جزء همون شبکه‌ای هستن که آقای در واقع بابک زنجانی، آقای رویانیان و دیگر اعضای دولت نهم و دهم درش حضور داشتن. محمد شریف ملکزاده که رئیس سازمان میراث فرهنگی هستند، در واقع موزه ملی سازمان میراث فرهنگی رو هم در دست دارند و در موزه ملی سازمان میراث فرهنگی ما بیشتر از 200,000 اثری داریم که ثبت نشده اما آثار ارزشمند هستند. یکی از موارد اتهامی آقای بقایی در واقع دلالی و خرید و فروش آثار ارزشمند تاریخی ایرانه. من فکر می‌کنم که خیلی راحت میتونید جواب سوال رو پیدا بکنید که چطوری میشه که معاون اول رئیس جمهور در واقع میتونه دسترسی داشته باشه به گرانبهاترین آثار و اشیاء تاریخی کشور ما و چطور میتونه دلالی بکنه. معاون اجرایی رئیس جمهور. ولی آیا میشود واقعا ارزیابی داد؟ شما فرمودین که یک بار دیگه این آمار این اقلامی که ثبت نشده رو بفرمایید در موزه ملی. ببینید ما کلن 550,000 شیء باستانی داشتیم در دوره آقای احمدی نژاد، الان واقعا نمیدونم و شاید هم کارشناسای میراث فرهنگی گردشگری ندونن که از این 550,000 شیء باستانی که در موزه ملی وجود داشت، 110,000 تا اینها ثبت شده بود به صورت رسمی، 150,000 تا از این اشیا توقیفی بودند، یعنی ثبت تاریخی نشده بودند ولی در به اصطلاح بایگانی نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ثبت شده بودند و 200,000 شی در اون زمان هنوز به ثبت نرسیده بودند و هر چقدر هم کارشناسا اصرار میکردن که این باید ثبت بشه کسی توجه نمیکرد و مدیر موزه ملی ایران در واقع به همین دلیل اخراج شد
که به سرعت آقا خانم آزاده اردکانی جای ایشون به عنوان مدیر موزه ملی مشغول به کار میشن، در حالی که ایشون میکروب شناسی خوندن و سابقه خانم اردکانی در واقع آموزش زبان انگلیسی به آقای رحیم مشایی و به آقای حمید بقایی هست و هیچ سابقه فرهنگی نداشتن. ایشون تنها سابقه‌ای که داشتن ریاست یکی از سایت‌های در واقع اینترنتی سازمان میراث فرهنگی به اسم سایت آریا، میراث آریا بود. خب شما ببینید که این شبکه فساد به چه صورت و به چه حجمی گسترده بوده در تمام شمول زندگی مردم ایران و به چه راحتی در واقع به امری که شما فرمودید واقعا اسمش رو میشه دزدی گذاشت ادامه میداده و کسی هم اصلا کاری باهاشون نداشته. بله بله ممنون. در رابطه با همین سازمان میراث فرهنگی باز اجازه بدین که من به یک سری رو خدمتتون بگم. آزاده اردکانی رو آقای فراهانی اشاره کردن که ایشون البته سال 90 بازداشت میشه به اتهام سوء استفاده مالی و قاچاق عتیقه و محکوم میشه به 6 ماه زندان و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی. معاونان درگیر مفاسد بقایی در سازمان ایرانگردی و جهانگردی کیا بودن؟ خیلی هاشون رو مثل رئیس بقایی احمدی نژاد هیچ که کاری بهشون نداره. البته یه عده‌شون آقای رضا گلپور فهرست کرده که اینا هستن: حسین جعفری معاون امور فرهنگی و ارتباطات، خب حسین هاتفی که عکسش داریم می‌بینین، معاون صنایع دستی لیسانس اقتصاد بازرگانی، فریبرز دولت آبادی معاون حفظ و احیا آثار تاریخی، طه هاشمی معاون سازمان ایرانگردی و جهانگردی و رئیس پژوهشگاه، ملک محمد نجفی معاون توسعه مدیریت، حسن موسوی معاون سرمایه گذاری، آرش یا محمد مهدی کوشا ایشون دیپلمه، کاظم کیاپاشا لیسانس فرهنگ و معارف اسلامی، مریم پوریامین همسر منصور واعظی رئیس کتابخانه مجلس، علی اصغر امیر شعر دوست اولین دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مال مشایی و سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و اما افراد دیگه مربوط به احمدی نژاد که یا قربانی جنگ شدن یا به هر حال مصلحت نظام تشخیص داد که اینا باید کنار برن. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل سابق خبرگزاری دولت، ایرنا و مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد شهریور 1391 بازداشت میشه، یک سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی. دلیل اون چیزی که اعلام کردن این بود: چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در روزنامه ایران. آقای جلالی، جوانفکر چی برد از این خانه یغما؟ ببینید آقای جوانفکر زمانی که به مسئولیت خبرگزاری ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میرسه و به طور همزمان مدیر مسئول روزنامه ایران هم میشه، ایشون اولا میدونید که بحث دکترای ایشون زیر سوال هست و هنوز معلوم نشده که ایشون چی جوری دکترا گرفتن. مدعی هستند که دکترای خودشون رو از یکی از دانشگاه‌های اسپانیا گرفتند، اما بعدها معلوم شد که اصلا چنین دانشگاهی وجود نداره، وجود خارجی نداره. منتهای جوانفکر در بحث پورسانت‌هایی که مربوط به چاپ و نشر آگهی در روزنامه ایران و همچنین در خبرگزاری ایرنا وجود داشت پاشون گیر هست. اگر خاطرتون باشه در زمان دولت دوم آقای احمدی نژاد دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که تمام آگهی‌های دولتی باید در روزنامه ایران به چاپ برسه
و کسانی که در امر چاپ و در واقع کار بازاریابی آگهی هستند میدونن که چه پول عظیمی و چه سرمایه عظیمی در این بخش خابیده و چه پورسانت هایی که داده میشه و چه پورسانت هایی که داده نمیشه. و یکی دیگه از مواردی که آقای جوانفکر در واقع مفتوح هست پرونده ایشون همچنان در قوه قضاییه، مربوط میشه به خرید و فروش زمین هایی که به اسم خبرگزاری جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ایران ایشون خریداری کردن و این زمین ها هیچ وقت به دست افرادی که حالا به اسم خبرنگار و روزنامه نگار در واقع ازشون نام برده شده نرسیده و سرنوشت این زمین ها الان معلوم نیست اصلا. یعنی بعد از این هم که آقای جوانفکر آزاد شد و اینها، اصلا ماجرای زمین ها و این ماجرای پول ها و خبرنگارای تنها خبری که در رسانه های مخالف ایشون، چون میدونید که شما سوال خیلی کلیدی میپرسید، ببینید سوال این هستش که چرا اینها دستگیر میشن و چرا برخی از اینها دستگیر نمیشن. این خیلی سوال خوبی هست. مثلا در مورد همین آقای بقایی خوبه بدونیم که آقای بقایی تا زمانی که با رئیس به اصطلاح مؤسسه قرض الحسنه نهاد ریاست جمهوری آقای سجادی دوچار مشکل نشده بودند خبری از دستگیری ایشون نبود و آقای بقایی درست زمانی دستگیر میشن که یک مصاحبه میکنن با رسانه ها و اعلام میکنن که من میخوام شکایت بکنم از رئیس مؤسسه قرض الحسنه نهاد ریاست جمهوری. جالبه که بدونید که بعد از دولت آقای روحانی این مؤسسه همچنان به فعالیت خودش با مدیریت اطرافیان آقای احمدی نژاد و به ویژه شخص آقای بقایی ادامه میداده و وقتی که اعضای دولت آقای روحانی تصمیم میگیرن که مداخله بکنن برای جابجایی هیئت مدیره این صندوق قرض الحسنه، در واقع آقای بقایی دستگیر میشه. من فکر میکنم که دستگیری آقای جوانفکر هم بیشتر از این که به تخلفات مالی و اداری ایشون بر بگرده، بیشتر بر میگرده به دعوایی که ایشون اون روزها داشتند با اصولگرایان حامی رهبری و اون مصاحبه معروفی که با روزنامه فکر میکنم اعتماد بود یا شرق شاید کردن درباره این که آقای مصلحی رو ما نمیخواستیم عوض بکنیم ولی مجبورمون کردن عوض بکنیم، آقای محمد ملکزاده، محمد شریف ملکزاده رو بیگناهه برای چی دستگیرش کردن، خانم ایشون سقط کرده زمانی که ایشون زندان بوده و یعنی بیشتر همونطور که شما فرمودید جنگ قدرت هست و اصلا کسی دلش برای منافع ملت ایران و برای کشور ما نسوخته و نخواهد سوخت. بله، اجازه بفرمایید که بنده باز یک تعداد این افراد رو خدمتون عرض کنم و باز گردیم خدمت شما آقای فراهانی. عبدالرضا داوری، مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند و در حال حاضر مدیر مسئول ماهنامه بررسی‌های اقتصادی، تو دولت دوم احمدی نژاد شد رئیس صندوق بازنشستگی مس کشور. پارسال به اتهام نشر اکاذیب و دروغ بستن به مقامات بازداشت شد ولی زود آزاد شد و تبرئه شد. حالا درباره مس خواهیم داشت، الان میگم خدمتون. نعمت الله پوستین دوز، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران و مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا، خرداد 92 بازداشت میشه. همون موقع اژه‌ای، برای اینکه آدرس دقیق بگم، تو 50مین نشست خبریش به عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت آقای پ، یعنی همین پوستین دوز، معاونش و همدستانش اقدام به خروج مقدار زیادی پول، آن هم به صورت غیرقانونی، به خارج از کشور کردند. از کجا این پول آورده بودن؟ فقط یک فقرش فروختن کلی ماشین لوکس گرون قیمت بود که با پول شرکت ملی مس، یعنی مال دولت، از خارج وارد کرده بودن واسه خودشون و بعد خب فروختن. و خب عباس غفاری که جنگیر و رمال دولت احمدی نژاد معروف بود و وقتی گرفتنش کلی مشایی تلاش کرد که از زندان آزاد بشه، توجیه کننده به اصطلاح معنوی فساد دولت. حجت الاسلام عباس امیری فر،
دبیر کل جامعه وعاظ ولایی، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امام جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری گفتند در ارتباط با سیدی معروف به سیدی ظهور نزدیک است بازداشت میشه. خیلی جالبه این عکسای روی سیدی. آذر و دی 89 میلیون ها نسخه از این سیدی مجانی تکثیر میشه. مجانی که چه ارز کنه، عجیب، ملت بدبخت تکثیر میشه که توش احمدی نژاد، شعیب ابن صالح به اصطلاح که میگن از یاران امام زمانه. چی بگم؟ خب طبیعتا از اون ور یه سری آخونده اعتراض میکنن، چون اونجا هم دعوای قدرت سر امیری دین هم هست دیگه، و امیری فر و چند تا دیگر رو میگیرن، زود البته آزادشون میکنن. آقای جلالی فراهانی، این ماجرای سیدی ظهور اونطور که گفته شد پشتش خب دولت احمدی نژاد بود، ولی از روحانیونی که حمایت ازش میکردن اون موقع آیت الله حائری شیرازی هم بود. چه منافعی داشت حائری شیرازی تو این قضیه؟ ببینید، من قبل از اینکه به آقای حائری شیرازی بپردازیم، این نکته رو درباره آقای امیری فر خدمت شما و بینندگان و مخاطبان محترمتون عرض بکنم که در واقع دستگیری آقای امیری فر بیشتر از اون که مرتبط باشه به بحث اون سی دی ها و دی وی دی ها، که البته اون هم درش بی تأثیر نبود، ولی دلیل اصلیش این بود که ایشون یک برنامه گسترده‌ای داشتند با همکاری و همراهی آقای رحیم مشایی. میبینید، یعنی باز هم برمیگرده به آقای رحیم مشایی همه چیز، و اون هم در واقع تشکیل یک فراکسیون حامی رحیم مشایی در مجلس نهم بود، به رغم اینکه آقای عباسی فر، امیری فر رد صلاحیت میشه توسط شورای نگهبان، اما تبلیغات گسترده‌ای میکنه، یارگیری گسترده‌ای میکنه ایشون برای اینکه بتونه نمایندگانی رو در واقع به مجلس برسونه و به اون مرحله انتخاب برسونه که در مجلس فراکسیون حامیان آقای رحیم مشایی رو درست بکنن. ایشون در پرونده‌ای که برای ایشون مفتوح هست، علاوه بر این بحث تولید و توزیع فیلم مستند ظهور نزدیک هست، متهم هستند که مبالغ بسیار کلانی رو از آقای رحیم مشایی دریافت کردن برای اینکه توزیع بکنن در بین طلاب و در بین در واقع روحانیون جوان و روحانیونی که ممکنه در آینده به قدرت برسن. و یکی از مواردی که آقای جعفر شجونی رئیس جامعه وعاظ تهران در واقع اشاره کرده بهش، در رسانه ها هم منتشر شد، بحث پرداخت مبلغ 150 هزار تومان یا شاید هم 150 تومان، چون آقای شجونی مشخص نکردن، به هر طلبه‌ای که بره پای صحبت‌های آقای عباس امیری فر هست. یعنی آقای عباس امیری فر به هر طلبه‌ای که در قم یا در مکان‌های مقدس دیگه سخنرانی ایشون رو گوش می‌دادن پول پرداخت می‌کرده، که چنین چیزی واقعا در تاریخ بی‌سابقه است. درباره آقای حائری شیرازی هم همونطور که حضرت عالی فرمودید، ایشون در خرید و فروش زمین‌ها و املاک، در واقع میشه گفتش که پر رونق ترین املاکی که از نظر کشاورزی و همینطور املاک شهری گرونترین بخش های شیراز، پروندهشون مفتوح همچنان، خودشون و فرزندشون، و به قدری اختلاس هایی که ایشون کردن بالا هستش که به دستور آقای خامنه ای از امام جمعه در واقع شیراز برکنار میشن، در همون زمانی که آقای احمدی نژاد در رأس قدرت بودن. بله، ولی دوباره سر و کله آیت الله حائری شیرازی تو سیمای جمهوری اسلامی پیدا شده. و خب بعد از این که در واقع بحث انتخابات 88 و اون کودتای انتخاباتی که صورت گرفت، در واقع هر کسی در این میدون تلاش میکرد که با مجیزگویی و در واقع مذمت آقای موسوی و مجیز رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای برای خودش کیسه ای بدوزه از این بلوا، و آقای حائری شیرازی هم در واقع جزو همین دست است. فراموش نکنید که مثلا فردی مثل آقای محمد هاشم، محمد یزدی که الان رئیس خبرگان رهبری هستن، ایشون خود ایشون پسرشون
چیزی هستش که در دوره آقای احمدی نژاد منتشر شد. در واقع ایشون پسرشون تو تخلفات گسترده‌ای مالی و تجاری نقش دارن که معروف‌ترینش همون کارخونه لاستیک سازی دنا هستش که صاحب این کارخونه رو راضی کردن به کمترین قیمت ممکن کارخونه رو واگذار بکنه به ایشون. بنابراین بعد از کودتای 88 هر کسی که حامی و در لشکر آقای خامنه ای قرار می گرفت از این سفره نعمت بهره می برد. آقای حائری شیرازی هم به تبع دیگر کسانی که برای خودشون فکر منفعت خودشون بودن اونجا خیلی سخنرانی‌های تندی علیه آقای موسوی کرد و در تایید آقای خامنه‌ای خیلی حرف‌های تندی زدن و خب مسلماً پاداشش هم این هستش که بازگردن به عرصه عمومی. بله، اجازه بفرمایید من یکی دیگرم خدمتتون عرض کنم بعد برگردیم سر اصل مطلب. شهباز یزدانی، مهندس شهباز یزدانی میگن، ایشون مدیر یک دفتر هواپیمایی تو تهران بود، یه خونه معمولی هم داشت غرب تهران. سال اول دوره اول احمدی نژاد میشه معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، تو همین روابط که ایجاد میکنند. یک سال نگذشته میشه رئیس منطقه آزاد تجاری چابهار. دو سال بعد از اینکه کار تو دولت احمدی نژاد شروع کرد، یعنی سال 87، 12 باب خونه ویلایی به اسم خودش و خانواده‌اش تو شهرک غرب تهران داره. از اون موقع اواخر سال 92 دو تا بچه داره، زن و دو تا بچه رو فرستاد ترکیه و شروع کرد به خارج کردن پول از ایران. افزون بر مقداری که فرستاده بود که نمیدونم چقدره، الله اعلم، بهار 93 خودش رو تو مرز زمینه ترکیه با 70 میلیارد تومان پول نقد داخل چمدون با پاسپورت جعلی دستگیر میکنه. شد. یک منبع آگاه از ریاست جمهوری صبح روز 12 مرداد ماه 92 و در زمان آغاز کار دولت 11 و یک روز قبل از تحلیف حسن روحانی خبر داد که 2530 قطعه از هدایای خارجی احمدی نژاد شب گذشته از مجموعه سعدآباد به محل دیگری منتقل شدند. آثاری که بر اساس آیین‌نامه تشکیل یادمان رؤسای جمهور باید در موزه یادمان رؤسای جمهور زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ساختمان شماره 240 کاخ سعدآباد نگهداری و نمایش داده شود. ببینید من اینو بلافاصله براتون خوندم که بگم که وقتی رئیس جمهور اینجوری دزدی میکنه، یعنی وقتی که میگیم دزدی یعنی چی؟ یعنی خلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه‌های قانونی. خود رئیس جمهور وقتی که برمی‌داره 2530 قطعه از هدایای خارجی رو بار میزنه شبانه از مجموعه سعدآباد برمی‌داره میبره، کجاست اونا؟ اینا جزء اموال ملی دیگه، اینا مال ملت. خود رئیس جمهور که میبره و همه جا مینویسن و همه میدونن، خب دیگه میخواین مثلا اون معاون دست دومش چقدر بود اون پول تو مرز زمینی ترکیه با 70 میلیارد تومان پول نقد داخل چمدونش با پاسپورت جعلی، دیگه اون مقصد پولا رو ببره، میخواین مثلا اون اینقدر پول رو نبره با دستگیر نشه؟ یعنی به این دلیله که میگم باید واقعا فکر کرد که وقتی 8 سال دولت احمدی نژاد تموم میشه، رهبر از زحمات این دولت در طلا گرفتن مملکت قدردانی میکنه. اونچه که من امروز باید عرض بکنم به دوستان، در درجه اول خدا قوتیست. تحمل زحمات کار شبانه روزی رو شماها نشون دادید، یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدن که رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست.
یعنی از دوره ریاست جمهوری بنی صدر بگیرین، اولین رئیس جمهور، تا رجایی، تا خود خامنه ای، تا رفسنجانی و محمد خاتمی، از همه این دوره ها حجم کار دولت احمدی نژاد پرشتاب تر بوده و این دولت پرکارتر بوده؟ در چی؟ هیچ کدوم از دولت‌های قبل از احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت نداشتن و بعدم بیان صندوق ذخیره ارزی رو که پر تحویل گرفتن بدهکار تحویل بدن. هیچ کدومشون 135 شرکت بزرگترین صندوق مالی دولت یعنی تأمین اجتماعی رو مفت واگذار نکردن به یه آدمی که الان زندانه. هیچ کدومشون معاون اول دولتشون از بزرگترین صندوق بیمه دولت اختلاس نکرد که الان هم زندان باشه. یا شاید اونا هم کردن و بسا بیشتر خوردن و بردن. خامنه ای دولت احمدی نژاد و پاک دستترین دولت معرفی میکنه، از دو حال خارج نیست. یا دولت های دیگه از این دولت کثیف دستتر و فاسدتر بودن و هستن و خامنه ای دقیق داره صحبت میکنه، یا خامنه ای دروغ میگه و روی این دروغش اصرار داره. من در این فرصت کوتاهی که هست چند نکته رو خدمتتون درباره شرکتی که عرض کردم فیاک کیش معرفی کردم، بر طبق اسنادی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده و گفتم در عرض 4 روز با ثبت شرکتی که با 1,000,000 تومان فقط ثبت شده، بعد از 4 روز میاد یک چک میلیاردی میگیره. ببینید داستان این است که اساساً این شرکت و اصلاً این فعالیت‌ها در کیش که همش باید گفت ساختگی بوده، چون که به نتیجه نرسید اون ساختمان، و اصلاً حیرت انگیزه که اون ساختمان غیر از اون مبلغی که من درس کردم و چکشو پخش کردیم تصویرشو، غیر از اون خود فیاک کیش بعدن میره غرامت میگیره از دولت برای اینکه شما کار ما رو خراب کردین، نذاشتین ما کارمون رو ادامه بدیم. غرامت هم بهش میدن به این شرکت و همچنان کارشو داره ادامه میده، ولی سالان سران اصلا تموم نشده و تمام این پولها، یعنی یکی از چیزهایی است که اگر که روزنامه‌نگاران جدی که در ایران بسیار مثل ماه دارن واقعا کار میکنن در این شرایط، که کسایی که کارهای تحقیقاتی دارن، تحقیقی دارن میکنن، اینها فقط همین بچسبن به سالن سرانی که قرار بود شرکت فیاک کیش درست بکنه بر اساس همین چند تا سندی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده. ببینید چه بگم، مردابیست واقعا. اجازه بدین یک پرسش از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم، بازگردیم خدمت آقای جلالی فراهانی. چرا رهبر اینقدر در برابر کارهای احمدی نژاد سکوت میکنه؟ آیا نقطه ضعفی داره میترسه احمدی نژاد برملا کنه؟ واقعا چه دلیلی ممکنه باشه این سکوت با اون همه اختلاسایی که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد؟ آقای فراهانی، خب ما ارتباط اسکایپمون قطع شد، با از طریق تلفن خوشبختانه داریم شما رو، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از مخاطبان محترم شما که قطع شد. ببینید، من در فرمایشاتتون فرمودید که خبرنگارها، من فقط یه نکته رو میخوام بگم خیلی کوتاه، و اون هم اینه که زمانی که آقای رحیم مشایی در اوج قدرت بود و زمانی که افرادی که شما اسم بردید و الان به عنوان متهمین پرونده های سنگین اقتصادی اسمشون در رسانه ها مطرح میشه، اگر رسانه، اگر خبرگزاری، اگر روزنامه در اون زمان علیه اینها مطلبی می نوشت، اینها همه بایکوت می شدن، روزنامه‌نگارا و خبرنگارها. من تجربه خودم رو براتون میگم که خبرگزاری مهر رو، تمام خبرنگاران این خبرگزاری رو، فقط به خاطر اینکه موضوع صدمه زدن به آرامگاه کوروش رو منتشر کرده بودیم، ما تمام خبرنگاران خبرگزاری مهر به صورت رسمی و مکتوب بایکوت شده بودند و حق حضور در هیچ کدوم از نهادهای دولتی تحت هدایت آقای رحیم مشایی رو نداشتن. این از این. اما در مورد این که این دوستمون فرمودن که چرا رهبری سکوت میکنه، خب من فکر میکنم که پاسخش رو شما در همون ابتدای برنامه
با مواردی که پخش کردید دادید. ببینید یکی از مواردی که بر اساس قانون اساسی در اصل 110 قانون اساسی مطرح شده بحث تدبیر و درایت رهبر هست. آقای خامنه ای تمام حیثیت و آبروی خودش رو در حمایت از احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد گذاشتن در 8 سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور بودن. حتی زمانی که اختلافات این دو بر سر آقای مصلحی بالا گرفت، باز هم واکنشی که آقای خامنه ای داشتن نسبت به آقای احمدی نژاد واکنشی نبود که تصور میشد و انتظار میرفت. اگر آقای خامنه ای بخواهند فرض کنید که مثلا شخص خود آقای احمدی نژاد رو دستگیر بکنند یا رحیم مشایی که دردانه آقای احمدی نژاد هست رو دستگیر بکنند، اولین سوالی که در ذهن هر بیننده و مخاطبی به وجود میاد، چه طرفدار آقای خامنه‌ای چه مخالفین آقای خامنه‌ای، این هستش که خب اگر این آدم اینقدر خلافکار و اینقدر دارای پرونده‌های سنگین اقتصادی هست، چرا شما که رهبر هستی و یکی از در واقع مواردی که باید حائز اون باشید برای رهبری جمهوری اسلامی درایت هست، چرا از ایشون حمایت کردید و چرا 8 سال ایشون رو مورد تمجید و تایید قرار دادید؟ این یک مورد هست. مورد دوم این هستش که اون چک آقای احمدی نژاد به اسم اسامی مفسدان اقتصادی مطرح میکرد که فهرستش رو در جیبش همیشه میگفت دارم، اگر قرار باشه که شخص خود آقای احمدی نژاد رو دستگیر بکنن، بنابراین یک جنگ اطلاعاتی خیلی گسترده‌ای به وجود خواهد اومد در شبکه‌های مجازی و همینطور رسانه‌های کتبی، دیداری و شنیداری، که آقای خامنه‌ای در نهایت پای خودش گیر خواهد بود و پای نزدیکان خودش وارد پرونده‌ها خواهد شد. بنابراین من خیلی کوتاه فقط این رو بگم که روش آقای خامنه‌ای در همه در چنین مواردی اینه: اول اجازه میدن که زمان بگذره و بعد به آرامش و با بدون سر صدا در واقع اطرافیان فرد مورد نظرشون رو دستگیر میکنن، نابود میکنن و در نهایت سراغ خود آقای احمدی نژاد هم خواهند رفت. بسیار سپاسگزار. آقای احمد جلالی فراهانی، فیلمساز و دبیر سابق خبرگزاری مهر، که در خدمتتون بودیم. خب بریم پرده آخر. در ارث میگن برادر دو برابر خواهر ارث ببره. چرا؟ اینجا اگر برابری بود ظلم بود، چون بار هر کدوم از این برادرها تو خانواده خودش یه بار مضاعف، بار مسئولیتی بر دوش مدیریت کلی یک خانواده. دقیقاً. برادر دو برابر خواهر ارث ببره. چرا؟ اینجا اگر برابری بود ظلم بود، بار اقتصادی بر دوششه. او خواهر نیمه خودش رو میتونه کنز کنه، نمیدونم پسنداز کنه و برای مصارف شخصی خودش، ولی این برادر باید اون سهم الارثش رو مثلا مقداری هم تلاش کنه روی او بگذاره، یه منزلی تهیه بکنه برای خانواده. این بار اقتصادی بر دوش این هست. اینجا برابری عدالت نیست، همه جا که برابری عدالت نیست. شب و روزگار خوش.